آیا حاضر هستید برای چیز ابدی یک کسر موقتی رو فدا کنید خدا ما را دعوت کرد، خدا ما را فرا خوانده و تنها و تنها زمانی ما نجات بیابیم که اینمان به سر یگانه خدا که برای گناهان ما مرد و اسم ما در رفتر حیات موضوع برای شنوندگان و بینندگانی که باش آشنا نیستن شاید کلام خدا رو نمیدونن آشنایی بیشتری پیدا بکنن از خود کلام خدا این حکایت رو و یا این در واقع رویداد رو برای شما تعریف میکنم تعلیمی که عیسی مسیح میخواد امشب با ما در میون بذاره در لوقا باب دوازده آیه سیزده میگوید و شخصی از آن جماعت به وی گفت ای استاد برادر مرا بفرما تا ارث پدر را با من تقسیم کند و به وی گفت ای مرد که مرا شما داور یا مقسم قرار داده است عیسی مسیح می‌بینیم که جواب میده به این فرد پس به دیشان گفت زنهار از طمع بپرهیزید زیرا اگر چه اموال کسی زیاد شود حیات او از اموالش است تا اینجا بدونیم که عیسی مسیح در تولد اولیش یعنی در ظهورش در جسم ما میخوانیم که نیامده بود که جهان رو داوری بکنه همونطور که در موعظاتش در تعالیمش میده برای همین که میگه من مگه من مقسم شما هستم مگه من داور شما هستم بلکه آمده بود تا اینکه کفاره گناهان بشر رو پرداخت بکنه در نتیجه ما بدونیم که زمانی میرسه که عیسی مسیح میاد و بعد دنیا رو داوری میکنه دنیا در واقع در مقابل عیسی مسیح خواهد ایستاد و پاسخگو خواهد بود به خاطر اینکه یا او را پذیرفته یا به عبارتی نجات پیدا کرده و وارد ملکوت خدا شده ما میدونیم که ایماندارا در داوری نمیستن بلکه برای دریافت پاداش میستن در حضور خدا پس عیسی مسیح جواب این فرد رو که در واقع سوالی است که یا درخواست است که به طور انسانی از عیسی مسیح داره رو به نوع دیگه جواب شده میده خیلی جالبه گاهی وقتا ما یه سوالی داریم از خداوند اما خداوند میدونه که احتیاج ما چیز دیگه ای هستش احتیاج ما اون سوالی نیست که ما داریم از اون میپرسیم احتیاج ما چیزی که خداوند میدونه در قلب و در وجود ما کدوم هست و باید چیکار بکنیم در نتیجه عیسی مسیح میاییم میبینیم که در این پاسخ سوالی که این فرد داره در مقابل اون رجب طمع صحبت میکنه چیزی که کلام خدا میگوید که بسیار خطرناک هستش به عبارت وقتی میگه رجب طمع اینجا صحبت میکنه میخواد اشاره بکنه عیسی مسیح از شیوه تفکر دنیاوی برحضر باشید کلام خدا به ما نشون میده که خدا از ثروت تنفره نداره خدا من از تمع یا تمکار هستش که در واقع اون رو به عنوان گناه میدونه و چیزی که قابل پسند از دیدگاه خدا نیستش در نتیجه اینجا عیسی مسیح میگه از شیوه تفکر دنیاوی آزاد بشید چرا که حیات ما از اموال ما نیست حیات توسط ثروت نیست که داده میشه حیات از موقعیت ما نیست که به وجود میاد زندگی ابدی فقط در عیسی مسیح عیسی مسیح فرمود من راه و راستی و حیات هستم عیسی مسیح فرمود من حیات هستم هر که به من ایمان بیاره هلاک نمیشه بلکه نجات پیدا میکنه در اول تیموتائوس باب 6 آیه 9 ما اینجا آیه رو میخوانیم که پولس رسول برای ما توضیح میده اول تیموتائوس باب 6 آیه 9 از روی خود کلام خدمتتون قرائت میکنم اینجا پولس رسول میفهمد اما آنان که میخواهند دولتمند شوند گرفتار میشوند در تجربه و دام و انواع شهوات بیفهم و مزر که مردم را به تباهی و حلاکت غرق می دقت بکنید که اینجا تعلیمی که کلام خدا رو میده میگه اونایی که میخوان خودشون به عبارتی بدون قدرت خدا میخوان ثروتمند بشن میدونید مردم دنیا ثروتمند میشن خیلی هم موفقن اموال زندگی آنچه که دارن شاید دیدگاه اونها خیلی هم پرفکت کامل هستش ولی زر ایرانی زیاد می زیبا میگه میگه با خدا باش پادشاهی کن بدون خدا باش هر چی میخوای بکن مردم دنیا میگن ما بدون خدا هستیم هر دلشون میخواد میکنن ولی ما میدونیم که انتهایی نداره کافیه به افرادی که این گونه هستن و این گونه زنی کردن اما اگر با خدا باشیم و دولت داشته باشیم برای جلال او باشه اینو چیزی که کلام خدا تایید میکنه پس دقت بکنه اگر بدون خدا ما ثروتی رو جمع کنیم ما رو به تباهی میرسونه اما اگر با خدا باشیم برکت توش وجود داره در آیه ده میگه زیرا که تمه ریشه همه بدی هاست دقت کنید که تمه ریشه همه بدی ها هستش که بعضی چون در پیان میکوشیدن از ایمان به گمراه گشته خود را به اقسام دردها ها این عاقبت کسی که تمه داره حالا عیسی مسیح میگه از زنهان از طمع ببریزید راجع به چی میخواد عیسی صحبت کنه بذارید که خود مثل رو برای شما بخونم میگوید و مثلی آیه 16 باب 12 لوقا و مثلی برای ایشان آورده گفت شخصی دولتمند را از املاکش محصول وافر پیدا شد پس با خود اندیشید گفت چه کنم زیرا جایی که محصول خود را انبار کنم ندارم پس گفت چنین میکنم انبارهای خود را خراب کرده بزرگتر بنا میکنم و در تمامی و در آن تمامی حاصل و اموال خود را جمع خواهم کرد و نفس خود را خواهم گفت که ای جان اموال فراوان نقطه شده به جهت چندین سال داری الحال بی و به اکل و شرب و شادی بپرداز پرداز خدا وی را گفت ای احمق در همین شب جان تو را از تو خواهند گرفت آنگاه آنچه که اندوخته ای از آن که خواهد بود دقت بکنید اینجا چی داره میگه کلام خدا همچنین است هر کس که برای خود ذخیره کند و برای خدا دولت نباشد خب میبینید که عیسی مسیح از مثل خیلی زیبا استفاده میکنه مثل همیشه که اگر چیزی رو میخواد تعلیم بده از مثال ها استفاده میکنه اما پیغامی رو بخواد با ما در میون بذاره شاید بعضی از ما که داریم این در واقع پیغام میشنویم جزو اون گروه افرادی باشیم که احتیاج داریم در واقع بدونیم که خواست خدا چیه خب مسیح داره راجع به شخصی دولتمند و ثروتمند که املاک بسیار داره نه اگر زمین خار بوده بعضی دوست دارن زمین بخورن یعنی نه که زمین بخورن جای درد بگیر زمین ها رو جمع کنن و بخورن املاک میفرماید که شخص <تص> ثروتمند محصول وافر داشت واو تلاش کرده بود نه جمع کرده بود کلام خدا چی گفت در اول تیموتائوس گفت اگر در پی ثروت هستی بدون خدا وای بر تو حالا چطور شد که این فرد سقوط کرد چطور میشه ما سقوط میکنیم از آن چیزی که داریم شاید مشکل ما ثروت نباشه شاید مشکل ما چیز دیگه ای باشه ولی عواملی دست به دست هم بدن که ما رو به سقوط برسونن ببینیم کلام خدا چی میگه آیه هفته میگه با خود اندیشید این اولین جایی است که در واقع اگر فردی بدون خدا قدم برمیداره میتونه مضر باشه میدونید کلام خدا ما رو دعوت کرده که به عنوان ایمانداران و فرزندان خدا هر آنچه که میکنیم در دعا باشه در دعا باشه طالب شریدن صدای خدا باشیم کسی که در ملکوت خدا زندگی میکنه فرزند خدا هستش کسی است که مطمئنا میگوید پدر ما که در آسمان اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود یعنی من مطیع صدای تو هستم صدای برتر فکری برتر اراده نیکوتر که خدای خالق آسمان و زمین هستش این شخص اومد با فکر انسانی خودش شروع کرد تصمیم گرفت. اموال داره ها ولی چون با خدا جمع نکرده ثروت داره ولی چون با خدا جمع نکرده حالا فکرش هم انسانی هستش فرق یک شخص ثروتمند دنیوی با یک شخصی که ثروتمنده و خدا رو داره خدمت میکنه اراده خدا رو داره در همین هستش شما میتونید ثروتمند باشید هیچ اشکالی در ثروت شما وجود نداره اما برای جلال خدا زندگی بکنید برای جلال خدا اون استفاده بکنید چه خوبه نه امروز خیلی از کلیساهای ما خیلی از خادمین ما خیلی از ایماندارای ما از کمبود مالی هستش که میلانن و گریه میکنن پس من دعا میکنم خدا ثروت خودش رو از گناهکاران بگیره به عادلین بده هللویا بذاریم که ثروت خدا وارد کلیساها بشه که دست ما باز بشه برای جلال خدا دست ما باز بشه برای که او را خدمت بکنیم و این خواست خدا نیست میگه با خودش فرق یک ایماندار با یک فرد شخصی که بی ایمان هست غیر مسیح هستش در همینه فکر میکنه که من چطور میتونم ملکوت خودم بزرگتر کنم چطور میتونم بیشتر بزرگ بشم ولی شخصی که ثروتمند مسیح هست برای این فکر میکنه که من چطور میتونم این ثروت برای جلال خدا برای ایمانداران برای کلیسا برای برکت اونها استفاده بکنم من فکر میکنم این, 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 این مهمترین چیزه آنچه که ما فکر میکنیم زان آنچه که در فکر خودمون پرورش میدیم ما همون رو تولید میکنیم همون رو پرودیوس میکنیم شما نمیتونی بگی در قلب من پر از روی خداست اما رفتار من نگاه نکنه حرف زدن منو آ اینطور باشه اگر در وجود من روح خدا هست کلام خدا هست افکار من زبان من رفتار من همه مطابق با اراده خدا نیست خواهد بود در آیه 17 ادامه میده میگه زیرا جایی که محصول خود را انبار کنم ندارم من کنم یکی از بدترین چیزا اینه کلام خدا میگه بدهید که به شما داده خواهد شد نمیگه انبار کنید تا به شما داده خواهد شد می‌ذارید؟ گاهی وقتا ما همه چیزو برای خودمون میخوام مال من ثروت من خانواده من همه چی دوره برای من میچرخه آ سرم گیج رفت <applause> و سرمون گیج میره <applause> ولی وقتی که ما آنچه که داریم خدا به ما میده برای کار او با حکمت اگر عضو کلیسا هستیم بر طبق مشورتی که با خادمین و رهبران خود کلیسای خودمون میکنیم استفاده کنیم بیشه اشکالی وجود نداره شما تا کفش قدیمی تونه که کهنه که که شده ندید بره جا خالی نمیشه که کفش داشته باشید این کلازت کمود خانوار نگاه کنید پر لباس و کفشه خانم میخواد بره یه لباس دیگه بخره جانس بذاره <میده> میگه چی کار باید بکنم بعضی هم یاد گرفتن تو این کشورهایی که خیلی در واقع وضع مردم بهتره میدن بره لباسو تا بتونن لباس جدید بگیرن در هر چیزی همین طور هستش البته در هر چیزی نه اینجور نیستش ما نمیتونیم به همسرمون عوض بکنیم نمیتونیم در یک سری چیزها و آدابی که کلام خدا میگه ما باید امین بمونیم میدونی نهید بگید من خسته شدم حالا میخوام برم با دیگه کنم آه, آه این گناهه پس <applause> خیلی اهمیت داره که ما بدونیم که خدا ما را نخوانده که محصول خود را انبار کنه من البته مخالف در واقع حساب پسنداز نیستم نمیگم بعد برای خانواده ما فکر نکنیم ولی اشاره بینم میکنم که کلام خدا میگه دادن از گرفتن فرخونده تر است ما یاد بگیریم برای جلال خدا استفاده کنیم هر آنچه که داریم اگر من منزلی دارم و برای جلال خدا استفاده نمیشه اگر اتومبیلی دارم برای جلال خدا استفاده میشه خب چه فرقی دارم با دیگران دیگران دارم همین کارو میکنم آیه 18 میگوید پس گفت چنین میکنم چیکار میکنی آقای ثروتمند انبارهای خود را خراب میکنم این اولین تصمیم غلطیه که شخص بدون خدا میگیره وقتی با خدا صحبت نمیکنی مصاحبت نداری رو نمیخونی اولین تصمیم غلط خراب کردنه هیچ خرابی از خدا نیستش حلالویه. هللویا خدا آنچه را که داده میخواد خودش برکت هم بده مضاعفش هم بکنه رشد بکنه این آقا به جای که بیاد ثروت خودش رو برای جرار خدا استفاده کنه و جزی بده خدا اون رو برکت بده اون رو خراب میکنه خدا سالها برکت داده ها ما میایم بر حسب یک تصمیم غلط اون رو خراب میکنیم بعد میگیم ای خدایا تو کجا هستی چرا به داد من نمیرسی چرا منو کمک نمیکنی چون انسانی داره فکر میکنه ما فکر او و تصمیم او غلط هستش هللویا من نمیگم از فکرمون نباید استفاده کنیم با فکرمون که خدا داده باید استفاده کنیم ولی تحت هدایت روح تحت هدایت روح قدوس بگیم روح کمک کن که این فکر من فکر تو باشه اولین اشتباه مرد بود که انبارهای خودش رو خراب کرد دوم دومین چیزی که در دیده میشه تمه هست خراب بکنم که بزرگتر بنا کنم ملکوت برای خودم درست کنم مسیح گفت هر جا گنج توست دل تو همانجا هستش گنج ما کجا هست آیا گنج ما بر آسمان افسوده میشه در حساب بانکی آسمان پسنداز میشه یا بر زمین جایی که در آن بیدو زنگ از کلام خدا میگه بیدو زنگ میزنه در اونجا دقت بکنید دوستان من خراب میکنم من بزرگ میکنم چقدر جمله آشناییه چقدر طرز تفکر آشناییه چقدر حرفای آشناییه ما میکشیم ما از بین میبریم ما این اینطور میکنیم ما آنطور میکنیم کلام خدا در کتاب یعقوب چی میگه نگو من فردا اینطور میکنم اونطور میکنم تو از فردای خود خبر نداری ما یانه که برای مسیح زندگی میکنیم میگیم خداوند هر چی که بخواد ما مطیع او هستیم طوری زندگی میکنیم که تو این دنیا هستیم باید زندگی کنیم اما طوری هم زندگی میکنیم که هر لحظه خداوند ما را خواند یا او آمد آماده ملاقات با او باشیم من خراب میکنم من بزرگتر میکنم و در آن تمامی حاصل و اموال خود را جمع خواهم کرد سومین تصمیم غلط جمع کردن هستش انبار کردن هستش میدونید شما نگاه کنید عزیزانی که در کلیساهاشون در زندگی روحانیشون افرادی که عمل دادن رو یاد گرفتن افرادی یا که بیشتر خدا بهشون برکت داده میدونید شما اگر یک کاسه بذری رو دارید و اینو نگر میدارید میگید تا سال دیگه من همین رو میخوام برای خودم نگر دارم خودم بخورم به زودی فقیر خواهید شد و وقتی میرونو رو میکاری و اجازه میدید که خدا پرورشش بده در آینده زود محصول فراوان خواهید داشت پس بهترین چیز اینه که ما یاد بگیریم چگونه خدا میخواد از اون استفاده سه اون غلط قلت تصمیم غلطش بود چهارمین تصمیم غلط و نفس خود را خواهم گفت ببین از همینجا میفهمید فرد فرد دنیوی هستش ببین بزرگترین دشمن ما عزیزان کیه بزرگترین دشمن ما برادر خواهرا و دشمنان انسانی نیستن کلام خدا میگه جنگ ما با خون و جسم نیستش بزرگترین دشمن ما نفس ما هستش هللویا پولس رسول میگه من کاری که میخوام بکنم نمیتونم بکنم کاری که نمیخوام بکنم میکنم این یک جنگی بین فرد فردی که میخواد طبق اراده خدا زندگی کنه و جسم او که میخواد مانع بشه برای همینه که میگه با مسیح مصلوب شدم و زندگی میکنم من, من بعد از این بلکه مسیح در من شخصی که از نفسش آزاد شده شخصی که میخواد از نفسش آزاد بشه اجازه میده که با مسیح بمیره وقتی با مسیح در دنیا زندگی میکنه لذت میبره آنچه رو که خدا برای ما تدارک دیده ولی به اونها وابسته نیست شخص دنیوی شخصی که داره فکر انسانی میکنه فکر دنیوی میکنه نفسانی میکنه و از خدا دوره و از خدا نمیشنوه میگه به نفس خودم خواهم گفت خدا ما رو کمک کنه که ما افراد روحانی باشیم ما رو کمک بکنه که افراد جسمانی نباشیم افرادی نباشیم که فقط به فکر خودمون و خودمون و خودمون و خوشیای زود دنیا باشیم ثروتمند نادان فردی که فقط فکر نفس خودش هستش کلی افراد در اطراف ما زندگی کردن که اینگونه فکر کردن و امروز چیزی در چنته ندارن اگر زنده باشن در قید حیات باشن خیلی دیکتاتورها اومدن اینجوری رفتار کردن و خدا اونها رو برداشت به نفس خودم خواهم گفت پنجمین اشتباه این فرد چیه میگه به نفس خودم خواهم گفت به جان ای جونم به خودش میگه ای جونم ای جان من اموال فراوان اندوخته ای ببینید نمیگه خداوند به من داده میگه من اندوختم من قدرت دارم نیا کن من کردم این کار رو به جهت چندین سال داری حال بیارم برو حالش رو ببر اکل و شرب و شادی به پرداز بی خیال بقیه چه طرز تفکر دنیاوی چه سخنان پوچی اکل و شرب کن کلام خدا میگه اکل... کسانی که اهل اه... اکل و شرب هستن کسانی که این گونه دنیاوی فکر میکنن رفتار میکنن وارد ملکوت خدا نمیشن چقدر فرد داره از خدا فاصله میگه دقت میکنید ابتدا فکرش شروع شد همه چی از اینجا شروع میشه ایزان و بعد از خدا فاصله گرفت فاصله گرفت فاصله گرفت و, گرف و فاصله گرفت چیزی از رابطه روحانی و با خدا نمیبینیم اینجا <applause> میگه برو اکل شرب کن بیارم اینقدر داری که به فکر کسی نباشی من ثروتمندم هر کار دلم میخواد میکنم میتونم با پول تو رو بخرمت <applause> و خداوند چی میگه ایزان اینجا و خداوند میگه احمق به چنین طرز تفکری به چنین رفتاری به چنین اندیشه کلام خدا میگوید این فرد نادانه شخص نادان خانه رو, رو چی بنا میکنه؟ روی شن بنامی کنه. روی سخره بنا میکنه روی صخره بنا نمیکنه میدونید؟ یادتون میاد این مثال رو که مسیح گفت به یک نفر چند قنتار داده شد برابر داده شد و وقتی ارباب برگشت بازخواست که یکی گفت من میدونستم تو آدم تندخویی که هستی زیر خاک قایمش کردم یکی دیگه آمد گفت سه محصول آوردم پنج آوردم ده آوردم یکی دیگه رفت و آورد محصول فراوان خداوند گفت اون که کاشته قایمش کرده که بنزش بیرون اونی که محصول آورده به هم اندازه بش اونی که تمام محصول رو برکت آورده میگه آنچه که اون یکی هم داره بگیره بهش بدید هللویا شک برنامه خداوند ما عیسی مسیح خداوند میخواد ما محصول فراوان بیاریم و محصول ما بماند میوه ما بماند هللویا خداوند عطا کنه که محصول ما بماند خداوند عطا بکنه که ما از جلال به جلال بریم از قوت به قوت بریم نه عقب بریم و عقب بریم و عقب بریم چون که داریم فکرای انسانی میکنیم هللویه شکر بر نام خداوند ما عیسی مسیح نگوید احمق در همین شب جان تو رو از, خوا... از, تو خواهن گرفت ببینید دست خدا تو کار نیستا چون دست خدا نیست دیگران جان تو میگیرن دیگران دوز میاد بدوزده حلاک کنه و از ببره هیچ برنامه دیگن. شیطان مثل شیر و قرآن پشت بوته ها قایم شده که ما را ببله وقتی ما با خداوند قدم نمیزنیم در او اندیشه نمی کنیم، در او سرمایه گذاری نمی کنیم زندگیمون مالمون اموالمون به خدا تقدیم نشده آنجاست که دشمن میزنه همه چیز از سوی توست و از بحر توست عیسی مسیح خداوند تو به من اموال داده ای از من حسابش خواسته ای. حallelujah. امثال سلیمان فصل 14 چی میگه دوستان عزیز؟ امثال سلیمان فصل 14 آیه 12. بسیار زیبا میگه راهی هست که به نظر آدمی مستقیم مینماید. آقا این کاری که ما داریم میکنیم درسته؟ خراب میکنیم، بزرگتر میکنیم، بنا میکنیم طوری که انگار ما ابدی هستیم. امثال دوازده به نظر انسان مستقیمه. این راه ها همون طرز تفکر اندیشه که این ثروتمند نادان داشت روی خداوند بنا نکرده بود روی صخره بنا نکرده بود اما سلیمان حکیم میگه خداوند داره از طریق سلیمان سخن میگه اما عاقبت آن طرق موت است انتهای آن مرگه خرابیه از بین رفتنیه چون روی صخره بنا نشده دوستان عزیزم راه های ما راه های ما هستند و ما انسان گناهکار و محدود بر اساس آن راه که خودمون میبریم و میدوزیم و میریم جلو در نهایت شکست میخوریم اما شکر بر نام خداوند ما عیسی مسیح وقتی طریق او را میریم در طریق او برکت از کلام خدا میگه در امثال سلیمان فصل ده های 22 ببین چه قشنگ میگه سلیمان برکت خداوند دولت من میسازد جلال بر رامی عیسی مسیح بگیم با هم دیگه برکت خداوند دولت من میسازد میخوای بدونی در خداوند برکت یافته یا نه میخوای ببینی در خداوند خدا داره عمل میکنه یا نه هللویا دولتمندی پشتش است این فقط راجع به مسائل مالی صحبت نمیکنه کلام خدا در هر چیزی وقت آمدن رفتن مبارک خواهی بود وقت نشستن و برخواستن مبارک خواهی بود میوه ثمر تو رحم تو مبارک خواهد بود انبارهای تو پر خواهد شد کاسد لبریز میشه مزبور 23 جلال نام ایسای مسیح و مردم میگوین خدا با این فرد هست برکت خداوند دولتمند میسازد و هیچ زحمت بر آن نمی افزاید. واو چقدر زندگی ایدئالی من اینو میخوام از خداوند چیزی که از خداست زحمت نیست در مسیحیت صلیب وجود داره رنج و زحمت و حقارت توهین وجود داره ولی خواست خدا این نیستش جلال برنامه ایسای مسیح چیزی که بسیار از ایماندارا اشتباه میکنن فکر میکنن خدا میخواد ما رو بزنه که ما یه یاد بگیریم میگه برکت خداوند دولتمند میکنه سر افراز میکنه میگه میخوام سر باشی نه دم باشی کلام خدا میگه هللویا پس من چرا به استقبال رنج و غم و مصیبت و فقر برم میرم به استقبال آنچه که خدا برای من مهیا کرده خدا برای خدمت من گذاشته خدا برای خانواده من گذاشته خدا برای اطرافیان من گذاشته هللویا که در اون زحمت نیست هللویا شکر خداوند از گناهکاران میگیره به عادلان میده به فرزندان خودش میده کلام خدا میگه برگردیم به لوقا فصل دوازده آیه بیست و یک خداوند میگه امشب شانتو میگیرن میخوای اینه که داری به کی بدی بعضی از مردم اینجوری زندگی میکنن نه آنچه که دارن دیگران میان میخورن کار شیطانه شیطان هلاک میکنه از میبره آیه 21 میگه همچنین است هر کسی که برای خود ذخیره کنه من تو پرانتز نوشتم همچنین است شخصی که تمکاره چرا مسیح میگه تمکاری بده چرا کلام خدا با تمع مشکل داره تو ده فرمان میگه تمام عوض مشکل داره کلام خدا برای اینکه کسی که طمع داره و برای خود ذخیره میکنه برای خدا نیست ببین چه قشن میگه میگه همچنین از هر کسی که برای خود ذخیره کند و برای خدا دولتمند نباشد دولت خدا برکت خدا دولتمند میکنه زحمت نمیده اما چیزی که از انسان هست زحمت میده من عیزان میشستم ثروت جمع میکنن هر موقع میرون میزشون مشروب هست همیشه دامل خم هستن کجا بودی آخر هفته لاس وگاس قماربازی کردم ثروت دارن ولی این ثروت نمیمونه میگن مثل چرک دست میمونه <applause> چرا چون از خدا نیستش این آیه رو برعکس کنیم همچنین از هر کسی که برای خداوند ذخیره میکند در خداوند دولتمند است هللویا هللویا در کتاب عبرانیان باب دو میگه خدا بی انصاف نیست خدا بی انصاف نیست هللویا خدا میدونه که ما در کجا داریم سر میکنیم خدا رو شکر برای این موعظه و از کلام خدا شنیدیم پس اگر موضوعی هست درخواست دعایی هست حتما با ما تماس بگیرید ایمیل کنید تلفن بزنید پایین صفحتون هستش و ما جواب میدیم و برای تک تک شما عزیزان دعا میکنیم خدا برکتتون بده